سلام خوش آمدید خدمت شما متعلمین و شاگردان گرامی امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند و برنامه خودتان مکتب هادی خوش آمدید امروز فصل سوم وارد فصل جدید از کیمیای صنف هفتم میشه فصل دوم با آخر رسید و درس اول از فصل سوم کیمیای صنف هفتم رو در خدمت شما عزیزان می باشیم نمبر ارتباطی برنامه رو از یاد نبرید دو صفر 964 780 255 40 چیل می باشه که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید با برنامه مکتب هادی و کار خانگی خود از سوال های خود برای ما روان کنید موضوع این فصل در رابطه با تعاملات و معادلات کیمیاوی است ما و شما میخواهیم در این درس یاد بگیریم که انواع معادلات کیمیاوی چی میتونه باشه اقسام معادلات کیمیاوی را با هم کار خواهیم کرد و همچنان در رابطه با تعاملات کیمیاوی با هم کار میکنیم و یاد میگیریم که در تعاملات کیمیاوی فرمول های مالیکولی میشود چی رقم نوشته می و چه محصولاتی را در اثر تعامل در اثر تعامل مواد برای ما تولید می‌کند. خوب خب شاگردای عزیز سر می رویم آغاز کنیم. اگر یادتان باشد در جلسات پیش در درس قبل ما شما یاد گرفتیم که در تعاملات کیمیاوی برای نشان دادن اتم ها ما از چی استفاده میکردیم؟ از سمبول ها استفاده میکردیم. سمبول چی بود؟ سمبول اولین حرف نام انگلیسی یک انصور میبود. و برای نشان دادن مالکول ها هم از فرمول ها استفاده می کردیم. فرمول ها چی بود؟ به مجموعه ای از سمبول ها گفته شد که نشان دهنده مالکول مورد نظر ما می بود. پس ما در تعاملات کیمیاوی از سمبول ها و فرمول ها استفاده می کردیم که هر کدام چیز مشخص را برای ما نشان می داد. سمبول ها ها را نشان می داد و فرمول ها ها را برای ما نشان می داد. خب الان میخواییم ببینیم که چه قسمی ما میتانیم فرمول های کیمیاوی را تحریر کنیم و نوشته کنیم. برای نوشتن فرمول های کیمیاوی باید از یک قاعده خاص شما استفاده کنید. به طور کلی وقتی که شما فرمول های کیمیاوی یک مرکب میخواییم نوشته کنید از سمت چپ شروع به نوشتن میکنید. و از قاعده پیروی میکنید. اول سمبولی فلز مورد نظر را نوشته میکنین و بعد از او سمبول هیدروژن و در مرحله بعدی سمبول عناصر غیر فلزی و در آخر هم سمبول اتمی اکسیژن را نوشته میکنه پس اتم اکسیژن در آخر اول هم سمبول فلیز را نوشته میکنید این قاعده را به یاد داشته باشین میرویم دو سوال در رابطه با تحریر فرمول های کیمیایی با هم یک جای کار میکنیم سوال اول که برای شما از این قسمت داده شده این قسمی است اگر مرکبی از یک اتم هیدروژن و یک اتم نیتروژن و سه اتم اکسیژن تشکیل شده باشد را فرمول آن را تحریر نمایید خب ما فرمول نویسی شاگردای عزیز در درس کیمیا بسیار مهم است برای نوشتن آن از قاعده ای که پیشتر برتان گفتم استفاده میکنیم و با هم یک جای بر روی تخت سیاه فرمول مرکب مورد نظر رو نوشته میکنیم خب اول نگاه میکنیم که در سوال چی اطلاعات یا معلومات برای ما داده شده است در سوال گفته شده که مرکب مورد نظر از یک اتم هیدروژن یک اتم هیدروژن تشکیل شده است و یک تا اتم نایتروژن یک اتم نیتروژن و سه اتم اکسیژن سه اتمی اکسیژن ساخته شده است خب با توجه به معلوماتی که ما داریم ما میتونیم فرمول مولکول یا مرکب مورد نظر را نوشته کنیم از قاعده از قاعده و قوانینی که در پیشتر برایتون گفته شد قاعده چی بود قاعده ای بود که برای نوشتن فرمول کیمیایی مرکبات مورد نظر ما اول سمبولی چی رو نوشته میکردیم فلزی مورد نظر بعد از او سمبولی اتوم هایدروجن رو نوشته میکردیم و اگر در مرکب مورد نظر اناسور غیر فلزی داشتیم سمبولی عناصوری غیر فلزی رو بعد از اون نوشته میکردیم و در آخر هم سمبول اتمی اکسیژن خب ما در درس, در درس های قبل با سمبولی عناصر و اتم های مختلف آشنایت پیدا کردیم یاد گرفتیم که اتم ها را با چه قسم سمبول ها نمایش داده میشه این باید در خانه تمرین کنین تمرین کنین تا به ذهنتان جا بیفتن خب با توجه به این قاعده که از سمت چپ هم نوشته می شود ما فرمول مورد نظر رو تحریر می کنیم به ما گفته شده یک اتم اتم های هایدروژن داده شده نیتروژن و اکسیژن خب ما دقت می کنیم که در مرکب مورد نظر آیا فلز داریم یا که نه خب هیدروژن فلز نیست نایتروژن هم به همین صورت و اکسیژن هم فلز نیست پس ما فلزی نداریم که سمبول آنه نوشته کنیم. میریم به سراغ سمبولی اتمی هیدروژن. خب اتم هیدروژن برای ما داده شده چند اتم هیدروژن داریم؟ یک تا اتم هیدروژن داریم. پس سمبولی H که مربوط به اتم هایدروژن می باشه نوشته میکنیم. تعداد اتم های هیدروژن چند گفته؟ یک گفته. ما برای تعداد اتم های هر عنصر عددش عدد مول نظر را به سمت پایین پایین سمبول سمت راست نوشته میکرده خب معمولا در فرمول های کیمیاوی عدد یک را نوشته نمیکنیم. پس سمبول H یا مربوط به اتم هایدروژن نوشته کردیم مرحله بعد سمبول عناصر غیر فلزی خب عنصر غیر فلزی ما در این قسمت نایتروژن است پس نایتروژن رو نوشتم کنیم نایتروژن رو با چه سمبول نمایش دادم شد با حرف این چند اتم نایتروژن ما مسئله گفته که داریم یک تا پس عدد یک رو هم نوشته کنیم. خب در آخر گفته سمبول اکسیژن رو نوشته میکنیم سمبول اتمی اکسیژن چند اتم اکسیژن داریم سه اتمی اکسیژن سمبل اکسیژن با او هست نمایش میتیم و تعداد اتم رو هم در قسمت پایین نوشته میکنیم چون گفته سه اتم پس عدد سه رو نوشته میکنیم پس فرمول مورد نظر ما میشه چی؟ hno HNO3 به این صورت تانیستیم با استفاده از قاعده که در بالا براتون اشاره کردیم براحتی فرمول مرکب مورد نظر را یادداشت کنیم و نوشته کنیم یک سوال دیگه هم در رابطه با این مسئله با شما کار میکنیم که خوب برایتان جا بیفته و مسئله را یاد گرفته باشین بر شما سوال داده شده فرمول مرکبی را که در آن دو اتمی سودیم یک اتم سلفر و چهار اتم اکسیژن موجودیت داره را نوشته کنیم باز معلومات را در این قسمت نوشته میکنیم برای روی تخت سیاه با هم فرمول مد را نوشته میکنی خب معلوماتی که برای شما داده شده گفته شده دو اتم سودیم معلومات را نوشته میکنیم دو اتمی سودیم یک اتوم سلفر و چهار اتمی اکسیژن. خب. شما با توجه به معلوماتی که مسئله براتان داده که این ش... ای باشد معلومات شما میتونید فرمول مورد نظر را با توجه به این ای که براتان گفتم نوشته کنید. خب. اول سمبول فلز مورد نظر را نوشته میکنید خب در, تر... در معلوماتی که مسئله برایتان داده به دنبال فلیز باشید سودیم داده شده سلفر و اکسیژن خب سودیم رو ما شما یاد گرفتیم در جدول دورانی که از جمله عناصر فلزی جدول دوره ای باشه. پس سمبول اون را اول نوشته میکنیم سمبول سودیم سودیم رو به چه ب... صورت نشان میدادیم به صورت این ای که سمبولی سودیم هم بباشه چند اتم سودیم هم گفته داریم؟ دو اتم سودیم پس در یک قسمت عدد دو رو نوشته میکنیم بعد از او سمبول اتم های ما در معلومات که مسئله دادم ما سمبول هیدروژن نداره پس میرویم به سراغ سمبول اناسوری غیر فلزی خب از بین سلفر و اکسیژن اکسیژن که داخل نوشته میکنیم میمونه سلفر سلفر رو نوشته میکنیم سمبول سلفر چی بود؟ اس چند اتم سلفر گفته داریم؟ یک تا عدد یک رو نوشته نمی کنیم و در آخر هم اتم اکسیژن سمبول اتم اکسیژن او چند اتم اکسیژن گفته داریم؟ چهار تا اتم اکسیژن پس عدد چهار رو در یک قسمت نوشته میکنیم این دو اس او چار می شود فرمول مولکول. یا مرکب مورد نظر که با توجه به معلومات که مثلا برای مداد براحتی به دست آوردیم شما میتونید با عنوان کار خانگی در خانه خود انواع و اقسام فرمول های کیمیاوی را با توجه به تعداد و سمبول های اناسور مورد نظر براحتی به, به دست بیارین و حل کنید و برای ما و نمبر که در ابتدای درس براتان گفتیم روان کنید. خب و اما تغییرات کیمیاوی چون در ابتدای درس ما در رابطه با موضوع ایفست در رابطه با تعاملات و معادلات کیمیاوی است هر وقت صحبت از تعاملات کیمیاوی می ما با تغییرات کیمیاوی همراه هستیم اگر یادتان باشه در جلسات پیش ما شما یاد گرفتیم که ما دو نوع تغییرات داریم تغییرات فیزیکی و تغییرات کیمیاوی تغییرات فیزیکی نه ما شما یاد گرفتیم و کار کردیم که مربوط به تغییرات حالات فیزیکی یک ماده بود. اگر ما یک ماده را در اثر گرم و حرارت می دادیم، تبخیر می شود. یا فرض مثال اگر آیسکریم در اثر گرما و حرارت آب می شود. عملیه زب شدن. هر کدام از اینها یک تغییرات فیزیکی بود یا قطع قطع شدن یک ماده. به چه خاطر تغییرات فیزیکی گفته شد؟ به این خاطر که ماهیت اصلی مادهش تغییر پیدا نمیکرد فقط شکلی ظاهری آن تغییر پیدا میکرد و یک کدام ماده جدید برای ما تولید نمیشد اما تغییرات دوم که تغییرات کیمیاوی میباشد میخواهیم با هم نگه کار کنیم یاد بگیریم که تغییرات کیمیاوی چه قسمی تغییرات میباشد و نشانه های یک تغییر کیمیاوی چی است اگر ما بیاییم دو یا چند ماده را در تعاملات کیمیاوی با هم یک جای کنیم و یک ماده جدید با خصوصیات جدید دقت کنید با خصوصیات جدید تولید شوم میگیم که یک تغییری کیمیاوی رخ داده اگر یک ماده جدید تولید شود که خواص اولیه خود را نداشته باشه خواص آن تغییری کرده باشه ما یک تغییر کیمیاوی را مشاهده میکنیم مثلی چی؟ مثل حزم غذا در بدن ما یک تغییری کیمیاوی است یا زنگ زدن یک میخ یا خراب شدن و خراب شدن میوجات یا هر ماده غذایی دیگه یک تغییری کیمیاوی است یا سوختن چوب سوختن چوب چون با حرارت و گرما همراه هست یک تغییری کیمیاویسته است این مثال های از تغییرات کیمیاوی است شما میتونید تغییرات کیمیاوی بسیار زیادی را در اطراف خود مشاهده کنید و برای ما روان کنید. نشانه هایی که یک تغییر کیمیاوی میتونه داشته باشه در شکل زیر بر شما نشان داده شده است. ما چه وقت میفهمیم که یک تغییر کیمیاوی است چه نشانه هایی را در تغییرات کیمیاوی مشاهده میکنیم؟ اگر تغییرات زیر را در یک تعامل کیمیاوی مشاهده کنید شما میتونید متوجه شوید که تغییر یک تغییری کیمیاوی است. اگر در تعاملات کیمیاوی تغییر رنگ را شما مشاهده کنید به این صورت یا فرض مثال آزاد شدن گاز را مشاهده کنید یا آزاد شدن حرارت و گرما را مشاهده کنید یا نور را مشاهده کنید اگر یک ماده در اثر اکسیژن هوا سوخته شود و برای ما نور و حرارت یا گرما تولید کنه یک نوع تغییری کیمیاوی است. پس تغییرات کیمیاوی با تغییر رنگ با آزاد شدن نور گرما حرارت و آزاد شدن گاز میتانه همراه باشه هر کدام از این علایم یا نشانه ها را شما مشاهده کردید توانید به طور حتم بگویید که این تغییر یک تغییری کیمیاوی است و ما تعاملات کیمیاوی از دو جزئی اساسی بسیار مهم ساخته شده از شاگردان جزء اول مواد محصول می باشه و جزء دوم مواد تعامل کننده هستند. حالا می خواهیم ببینیم که با ذکر مثال هایی می خواهیم مشاهده کنیم و یاد بگیریم که چه قسمی در تعاملات کیمیاوی محصولات و مواد تعامل کننده نوشته می شود و هر کدام دارای چی ویژگی ها و خصوصیات می باشد. مواد تعامل کننده یا مواد و مواد محصول چی میتونه باشه؟ مواد تعامل کننده با مواد گفته می شود که وارد یک تعامل کیمیاوی می یا آغاز کننده یک تعامل کیمیاوی است. اما مواد محصول با مواد گفته می که در اثر تعامل کیمیاوی در آخر تولید می شود. این می شود مواد محصول. به عنوان مثال سوختن میتان که یک نوع الکان می در شکل زیر مشاهده کنید شاگردان میتان و اکسیژن یک مواد تعامل کننده هستند که با هم یک جای شده کاربون دای و آب مواد محصول می که در اثر سوختن میتان آزاد شده و به هوا رفته پس در این قسمت شما مواد محصول و مواد تعامل کننده را یاد گرفتیم که در کجا در کدام قسمت تعامل جای گرفته هست و دارای چه ویژگی‌هایی می باشد مثال دیگر را دقت کنید سختن زغال سنگ دقت کنید زغال سنگ و اکسیژن که با هم وارد تعامل می شود که با هم بخواد تعامل بیتن با عنوان مواد تعامل کننده یاد می کنید و وقتی که با هم تعامل میده اکسیژن و زغال سنگ گاز کاربون دایاکساید برای ما تولید میکنه که میشه مواد محصول ما و عنوان مواد محصولی را یاد میکنیم خب تا به اینجا ما شما یاد گرفتیم تعاملات کیمیاوی از چه اجزایی ساخته شده است که گفتیم از اجزای مواد محصول مواد تعامل کننده تشکیل شده است و همچنان یاد گرفتیم که چه قسمی ما میتونیم در تعاملات کیمیایی فرمول های کیمیایی را نوشته کنیم و تحریر کنیم در ادامه می خواهیم معادلات کیمیایی را با هم یک جای کار کنیم که معادلات کیمیایی چند قسمی یافت می شود و هر کدام چه قسمی نوشته می شود و دارای چه خصوصیات و ویژگی میباشد. می باشد و طور کلی ما دو قسم معادلات کیمیایی داریم شاگردان معادله سمبولیک یا شکلی و معادله تحریری یا حروفی که هر کدام را جداگانه در ادامه با هم کار میکنیم و اما معادله تحریری حروفی چه قسمی معادله می باشد در تعاملات کیمیاوی؟ در دقت کنید در معادلات تحریری حروفی فقط نام محصول مورد نظر و نام مواد تعامل کننده نوشته می شود. فقط برای ما اطلاعاتی که داده می شود نام محصول و نام مواد تعامل کننده است. به طور مثال و نوشته زیر دقت کنید به معادله زیر یک نوع معادله تحریری حروفی گفته می شود. سوختن میتان که میتان با اکسیژن یک جای شده است و برای ما آب کاربون را تولید کرده است. این میشه یک معادله تحریری حروفی که فقط برای ما مواد تعامل کننده را مشخص کرده و مواد محصول را مشخص کرده. و اما معادله دوم قبل خب از اینکه معادله سمبولیک یاد بگیریم یک سوال یک مثال در رابطه با معادله تحریری حروفی با هم کار میکنیم. سوالی که از این قسمت برای شما داده میشه قسمی است. از تعامل سودیم با اکسیژن سودیم اکساید تولید می شود. معادله این تعامل را تحریر نمایید. خب از ما خواسته شده معلومات را داده از ما خواسته شده که معادله تحریری حروفیان را نوشته کنید. خب با توجه به که شما معادله تحریری حروفی را یاد گرفتین با هم می رویم این سوال را بر روی تخت سیاه نوشته کنیم و کار کنیم. خب معلوماتی که داده شده اتم سودیم گفته شده با اکسیژن تعامل می و برای ما سودیم اکساید را تولید می کند. این معلومات ما است با اتم های مورد نظر. خب. معادله تحریری آن را نوشته کنیم. تحریر حروفی را نوشته کنیم. این قسمی نوشته می شود. گفته سودیم با اکسیژن تعامل می ته. مواد تعامل کننده رو اول نوشته میکنیم سودیم جمعی اکسیژن تولید میکند سودیم اکساید این میشه یک معادله تحریری حروفی که فقط نام مواد تعامل کننده و همچنان نام مواد محصول رو نوشته کردیم به صورت فارسی و اما معادله سمبولیک یا نام دیگهش شکلی در معادلات سمبولیک یا شکلی که بسیار در تعاملات کیمیاوی پرکاربرد می باشد سمبول ها، فرمول ها و همچنان حالت فیزیکی مواد نوشته می شود. یعنی این سه قسم برای ما در معادلات سمبولیک واضح و روشن مشاهده میکنیم. کنیم. با عنوان مثال، معادله ای که در مثال زیر برای شما داده شده است، یک نوع معادله سمبولیک یا شکلی می باشد. سوختن میتان، دقت کنید، فرمول مولکولی میتان برای شما داده شده که CH چهار می باشه همچنان سمبول اکسیژن که o 2 می باشه برای شما اینجا مشخص شده علاوه بر او حالت فیزیکی مواد هم برای شما در این قسمت در داخل قوس نوشته شده است باز در قسمت مواد محصول که کاربون دایکساید و آب تولید شده است فرمول مولکولی آن سمبول آن به طور واضح نشان داده شده است که فرمول کاربون دایکساید CO2 می باشد و فرمول مولکول آب H2 او می باشد که هر کدام حالت فیزیکی آن به داخل قوس نوشته شده و مشخص شده است و در آخر هم حرفی انگلیسی ای e نوشته شده به معنای آزاد شدن گرما و حرارت می باشد پس دیدید که در معادله های سمبولیک یا شکلی سمبول ها، فرمول ها و حالت فیزیکی مواد به طور واضح نوشته شده است که این قسمی معادلات در تعاملات کیمیاوی ما و شما استفاده می کنیم و بسیار پرکاربرد می باشد. و اما حالات فیزیکی یک ماده که در معادلات سمبولیک یا شکلی ما و شما به کار می بریم باید یاد داشته باشیم که با چی نمادهایی نشان داده می شود. هر کدام از نمادهای گاز، مایع جامد، محلول و همچنان انرژی را با هم برای روی تخت سیاه نوشته میکنیم که چه قسمی ما میتونیم در معادله سمبولیک یا شکلی از حالات فیزیکی ماده از نمادهای آن استفاده کنیم یا هر کجا که یک نماد را مشاهده کردیم نشان دهنده ای چی می باشد چی اطلاعات را برای ما می خب برای تخت سیاه نوشته می حالاتی که ما در فرمول های کیمیاوی یاد خواهیم گرفت حالت گاز می باشه که حالت گاز را ما به صورت حرفی جی مشاهده می کنیم. اگر به داخل قوس در مقابل سمبول هر اتم حرف جی نوشته شده بود به معنایی است که اتم یا مولکول مورد نظر در حالت گازی وجود دارد. حالت دوم حالت مایع میباشد. باشد. حالت مایع را به داخل قوس در مقابل سمبول هر اتم با حرف ال نمایش داده میشه هر کجا حرف ال را مشاهده کنید به معنای هایی است که اتم مورد نظر در حالت مایع است حالت جامد را داریم حالت جامد که به داخل قوس با حرف اس نشان داده می شود و معنای جامد است حالت بعدی حالت محلول می باشد حالت محلول حالت محلول را داخل قوس با سمبول ا کیو نمایش داده میشه به معنای ای است که اتم بر نظر در حالتی محلول می باشد دیگه از چه حالت هایی استفاده می کنیم این حالت هایی بود که از یک ماده ما می در مدل های سمبولیک استفاده کنیم و یک نماد دیگه هست که به معنای انرژی است انرژی رو در معادله های سمبولیک با حرف ای نشان می تن. که هر کجای شما حرف ای رو مشاهده کرد به معنای است که تعامل مورد نظر با آزاد شدن گرما و حرارت همراه می باشه. از نمادهای دیگه هم استفاده می کنیم در معادله های سمبولیک که یک تاش علامت تیر می باشد. علامت تیر به معنای در قسمت شما مشاهده کردین در مثال های قبل. علامت تیر به معنایی است که حاصل می شود. یک مرکب جدید یا یک مواد محصول حاصل یا تولید می شود. پس هر کجا علامت تیر مشاهده کرده به معنای حاصل می شود. خب همه علامت تیر باز می که در بالای علامت, علامت تیر جمله ها یا نماد های مختلفی قرار داده شده که هر کدام معنای خود می ده. اگر تیر به این صورت باشه و بر روی او نوشته شده باشه سمبول پی دی ای به این معنی است که مرق... تعامل مورد نظر در حضور کتالیست پلادیم در حضور کتالیست پلادیم انجام میشه خب یا ممکن است که بر روی تیر نوشته شده باشد یک ازار. یک عدد نوشته شده باشد فرض مثال درجه سنتیگرید این به این معنی است که تعامل در حرارت و دمای 1200 هزار و درجه سنتیگرید انجام میشه یا فرض مثال باز ممکن است که برای شما علامت تیر بر روی علامت یک عددی به این صورت نوشته شده باشد باشه 20 اتمسفر. این به این معنی است که تعامل در فشار 20 اتمسفر انجام میشه و در قسمت هم که تعامل در دمای یک هزار دوست درجه سنتیگرید انجام می شود. پس دیدید که هر کدام از هر کدام از این نمادها ها و هر کدام از این حالات هر کدام از این حروف ها نشانده یک معنای خاصی می باشد در معادلات سمبولیک یا شکلی که هر کدام را شما باید آشناید. داشته باشین و یاد داشته باشین که هر وقت در یک تعامل کیمیا یا معادله کیمیا بر مشاهده میکنید یاد داشته باشید و سریع متوجه شوید که هر کدام چی معنا رو برای شما میتن خب یک سوال در رابطه با معادله سمبولیک یا شکلی برای شما داده شده که سوال رو هم با کمک هم کار میکنیم سوال قسمی است از تعامل سودیم با اکسیژن سودیم اکساید تولید می شود معادله سمبولیک تعامل را تحریر کنید خب اگر یادتون باشه همین مثال در رابطه با معادله تحریر حروفی با هم کار کردیم یک جای حالا می خواهیم همین معادله را به صورت معادله سمبولیک یا شکلی نوشته کنیم با کمک هم برای روی تخت سیاه خب در معادله سمبولیک که با در این قسمت ما نوشته میکنیم باید فرمول ها یا سمبول ها را نوشته کنیم گفته شده از تعامل سودیم با اکسیژن خب ما باید سمبولی سودیم را نوشته کنیم سودیم را با این ای نمایش میدادیم و در حالت عادی اتم سودیم به صورت فلز یافت میشه پس حالت آن چی میشه؟ جامد با S نمایش داده میشه خب جمعی با اکسیژن گفته تعامل میتنه اکسیژن هم به صورت مالکولی او دو در طبیعت یافت میشه با سمبول او دو نمایش میتیم و داخل گاز هم حالت فیزیکی هم که به صورت گازی یافت میشود از تعامل سودیم و اکسیژن حاصل میشود علامت تیر محصولاتی که برای ما داده میشه سودیم اکساید میباشد این ای دو او این میشه محصول مورد نظر ما که هم به صورت در طبیعت به صورت جامد یافت می شود خب ما در این قسمت هم باز عدد دو رو نوشته می کنیم توازن می کنیم که تعداد اتم ها برابر باشد دو اتم اکسیژن در این قسمت داریم دو هم ده. دو اتم اکسیژن هم در این قسمت دو در دو چهار اتم سودیم و در این قسمت هم چهار اتم سودیم داریم که با توازن باز در درس های جلوتر بیشتر آشنا خواهید شد این معادله یک معادله سمبولیک هست که سمبول هر کدام همچنان حالت فیزیکی هر کدام برای شما نشان داده شده است خب شاگردهای عزیز نازنین درس امروز ما در اینجا با آخر رسید امیدوارم که درس خوب یاد گرفته باشین و خوب کار کنید در خانه های خود شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد